ask you how much you produce. Hada yom al bayat. Hada yom al bayat. Bayat al shab al Irani ma batanana. Wabay rakana baqa adana hazrat al kurush. Hazrat al kurush ma'assas injaz al batan. Fama'assas intahan al tamayyaf. Walla hadirun fi hadha al jama'a al yom. من الكرد سنندج من الكرد كرمانشاهية أعراب آل نسور آل مظفر ونحن من أعراب بني أسد عشيرة آل أمراض مع أسرتي كلهم حاضرون في هذه الجماعة أفهم يا بان ترك أفهم يا جاسوس باكو أفهم يا جواسيس السعودي نحن جنود الإيران نحن جنود الكروش وهذا كروش أبانا إيران واحد وطننا وطننا تاج الأوطان في شرق الأوسط خير البلاد والله أقل من ترابه أقل من ترابه أفضل من كل بلاد العربية إن شاء الله إيران خالدون في التاريخ إيران جاويد في التاريخ إيران ميمانة كلام فارسي إيران ميمانة أمروز در إن جام كردستان أندج هست كرد كرمانشاه عرب آل نسور عرب آل مظفر ما آذربایجان از خوی بختیاری و صاحبان اصلی ایرانی بختیاری و کرد سنندگی و نر فارس سه قوم اینها باشد اگر آذری برای مرزبانی ایران باشد قشقایی در کنار ما عرب و بختیاری مرزبان جنوب بلوچ مرزبان شرق ایرانه کرد سنندج قد أبانا هميشه بيدار إيران إيران يك وجب كبيرش كم نخاط شو جيش تاجيكستان هزارة هرات إيران قفقاز في إيران برخواهد گشت إينا عرف من بدون از شما با سپاسگزاری بکنم به خاطر انتخاب خوبی که کردید و با نشون دادن این پیام که در حقیقت به باور من قطعنامه و چکیده پیام اون مراسم بود برنامه رو شروع کردیم. این حرکت، اون اتفاقی که در روز هفته آبان افتاد، یه حرکت بیاد موندنی است که دوست و دشمن رو شگفت زده کرد و وادارشون کرد به واکنش. ما دو جور واکنش بعد از این حرکت داشتیم، یکی درون ایران بود که ظاهراً پیام رو و محتوای اون رو به درستی شنیدن و درک کردن، مثل واکنش بلافاصله‌ای که آیت الله نوری همدانی نشون داد و این بگیر و ببندهایی که تا امروز اخبارش ادامه داره و در آینده هم ادامه پیدا خواهد کرد. و اما در بیرون، روز پس از برگزاری این مراسم، تلویزیون بخشید سایت العربیه، یک که ارگان رسمی دستگاه دیپلماسی کشور عربستان، اینو باید بدونید، این با یک مقاله اومد که شعارهای نجات پرستانه و عرب ستیزانه در روز بزرگداشت کوروش بود که بیشتر شکوه و شکایت بود و عوام فریبی، با که حالا در مورد اون عوام فریبی در آینده براتون توضیح میدم که چرا من اون رو عوام فریبی میدونم. یه مقاله بعد از دو سه روز باز منتشر شد که محکومیت شعارهای عرب ستیز در روز کوروش، که من اسم اون رو مقاله لندنی گذاشتم. چرا لندنی؟ در این مقاله از سه گروه که این حرکت به قول اونها نجات پرستانه رو و عرب ستیزانه رو محکوم کردن اسم برده شده. اول، کانون مبارزه با نجات پرستی در ایران که دبیر اون یوسف عزیزی بنی طرفه که اسم اون رو هم در حزب التضامن میبینید و هم در گروه الاهواز هستن و چند مأموریتی هست این شخص. دومین گروه سازمان حقوق بشر اهواز هست که مؤسس، بنیانگذار، اداره کننده و همه اون سازمان کریم عبدیان بنی سعیده، که در مورد این کریم عبدیان بنی سعید براتون باز توضیح بیشتری خواهم داد.
گروه سوم سازمان چریکهای فدایی خلق اکثریت یا همون آقای فرخ نگهدار، اینا هر سه در لندن هستن. در کنار اینها تلویزیون من و تو بود که یک میزگرد طوفانی برگزار کرد و کم مونده بود یقه همدیگر رو بدرن برای تحریف و بزرگنمایی غلط این اشتباهی که این حرکتی که انجام شد و اون رو اشتباه میدونستن. تلویزیون بی بی سی و تلویزیون آقای نوریزاده هم که کوتاهی نکردن. تلویزیون آقای نوریزاده همونطور که شما اشاره کردید بخش فارسی تلویزیون العربیه هست که از اول مارچ 2013 بودجه کامل اون رو تلویزیون العربیه پرداخت میکنه و لینک این خبر روی وبلاگ خانم منتهر رمحی گوینده تلویزیون العربیه که برنامه پانوراما رو تو این تلویزیون برگزار میکنه هست، هنوز وجود داره که این مطلب رو به طور کامل توضیح میدن. آقای نوریزاده هم دو تا مهمان رو دعوت کردن و همونطور که شما به درستی گفتید تن کوروش رو هم در گور لرزاندند به خاطر این اتفاقی که افتاده بود. توی این مقاله دومی که سایت العربیه نوشته بود اشاره‌ای به این فعالیت تلویزیون آقای نوریزاده مطلقا نشده که تلویزیون فارسی زبان من و تو یا بی بی سی، به اینا هیچ اشاره نشده و به عمد اشاره نشده، چون این رد پاهایی که اینها رو به هم وصل میکنه و نقطه هایی که اینها رو به هم وصل میکنه اینها نمیخوان نمودار بشه که مردم نوع ارتباط این ارکستر رو که همه با یک سمفونی دارن کار میکنن ببینن. عرض به خدمتون آقای کریم عبدیان بنی سعید که اون سازمان حقوق بشر اهواز رو دایر کرده و اداره میکنه و این سازمان و بقیه این گروه ها که همه گروه های خانوادگی چند نفری هستند درست مثل همون مرکز مطالعات ایران و عرب آقای نوریزاده است و بیشتر سرپوشی برای گرفتن کمک های بودجه های کمکی دستگاه های امنیتیه که برای خدمات مختلف اینا پرداخت میشه و اینها دلیل عنوان نکردن نام اینها در اون مقاله به خاطر پوشوندن این مسیرها و این رد پاها بود. این آقای کریم عبدیان بنی سعید چندی پیش مقاله‌ای نوشته بود در وبسایت العربیه، بخش فارسی العربیه، اینو میتونن دوستان پیدا بکنن ببینن، به نام راه حلی برای پیروزی اپوزیسیون بر رژیم. این مقاله به فاصله زمانی کمی بعد از کنفرانس اون مراسم کنفرانس گرد همایی پاریس سازمان مجاهدین نوشته شد که توصیهش این بود که همه گروه های مخالف ملیت ها، اون که اسمایی که خودشون روی خودشون گذاشتن، توصیه کرده بود که اینها به سازمان مجاهدین خلق که مهمترین و منسجمترین گروه اپوزیسیون هست بپیوندن که به این طریق بتونن باز همون ائتلاف سال 57 رو مجدداً تکرار بکنن و شرکای سابق خودشون رو سرنگون بکنن و بتونن نقشه ای رو که گلوبالیست ها دست اینا دادن و هر کدوم گوشه ایش دارن میچرخونن بتونن انجامش بدن. بعد از نوشتن این مقاله بود که برنامه سفر حج دوستان سکولار پیش اومد که از اقلیت کرد اون گروه حزب دموکرات بودن و آقای حسین بور که به مکه مشرف شدن و اونجا مطمئنن فقط ضیافت حج نبوده و شام و نهار نبوده، مطمئنن اینها دیدارهای مهمی داشتن و مختلف و همونطور که یک گروهشون هم در سالگرد استقلال عربستان، جشن سالگرد استقلال عربستان شرکت کردند و اخیراً هم که فتوای شاهزاده رضا پهلوی را هم دنبال به پشتوانه خودشون دارن که گرفتن کمک از هر کس برای پیش برده اهداف رو توجیه کردنشون و
وقتی نگاهی به اسم این گروه ها میندازیم میتونیم بفهمیم اینها چرا همه با هم هستند، چون با هر چیز ناسیونالیستی ایران اینا مشکل دارن، همونطور که داخلی ها هم دارن. حضور نام شاهزاده رضا پهلوی در کنار اینها و در ردیف اینها برای من قابل فهم نیست. من در خدمت شما هستم جناب. بله، حالا در حال یک تیمی موقعی که شما میگین اینا دنبال این هستن که از هر جا و هر کس پولی بگیرن برای اجرای اهدافشون، دیگه جای تعجب برای مبارزات و پیوستن و حمایت کردن از هم نداره. ولی داستان همیشه اینه که مرکزش در لندنه و این آقای علیرضا نوری‌زاده که با عربستان و العربیه و اینا رابطه سالهاست، رابطه نزدیکی داره، بنابراین اون واسطه همه این دلالی ها و آوردن آدم ها و طرح ها و برنامه هاست. کما اینکه میدونیم که این شورای ملی که درست کردن به هر حال اون طرح هم زیر دست اون بود که خانم که با من مصاحبه میکرد در ممتاز چندی قبل گفتن که ایشون به هیچ وجه موافقت نکردن که این موادی که ضد ملی و مردمی و ضد ایرانه عوض بشه. اما داستان بگیر بگیری هم در اون بعد از اون تخت جمشید هست. شما خبری در اون رابطه شنیدین که من در خبرها دیدم یه جوان ایران در شیراز کشتن در زیر شکنجه و ضرباتی که بهش وارد کردن و تعداد زیادی هم افرادی که اونجا بودن شناسایی کرده بودن، ماموران همه اونجا بودن، فیلم گرفته بودن ازشون، یکی یکی اینا رو دستگیر کردن تا اینکه به حال این ماجرا نتونه ادامه پیدا بکنه و کسی جرأت نکنه یک چنین مسائلی رو مطرح بکنه. ولی آنچه که اونجا اتفاق افتاد واقعا یک رستاخیز ملی بود و شعارهایی که داده شده بود همش با حساب بود و همشون قابل شکافتن هست که دیدگاه های همه ایرانی ها رو شامل می شد. در زمینه مسئله عرب اینا معتقد به این بودن که مردم معتقد به این هستن که ما اصلا با عربا چیکار داریم، چرا برای پول بدیم به سوریه، چرا بدیم به شیخ فضل‌الله نمیدونم توی این لبنان، حزب الله لبنان، با حماس ما چیکار داریم، یا اینکه این نیروهایی که این قاسم سلیمانی تروریست معروف در عراق الان برداشته برده و این ثروت مردم و ایران رو منتقل میکنه برای چی؟ ما با این عرب کاری نداریم، اونا زندگی خودشون دارن، ما باید زندگی خودمون بکنیم. که میبینیم در لابلای خبرها چقدر بچه های کارتون خواب میذارن، بچه هایی که میگن ما نون نداریم، پدرم ناراحته، نمیدونم آدم اصلا واقعا گریش میگیره موقعی که یه مملکتی دارای یه چنین ثروتی هست ولی پولا رو همینطور یا خودشون دزدی میکنن میبرن یا اینکه میارن خرج عربا میکنن. بنابراین این شعار عربا اتفاقا بهترین شعاری بود که اینا دادن، به خاطر اینکه غیر مستقیم به رژیم اسلامی بگن این بازی های حسین و حسن و نمیدونم این سینه زنی و این مسائل مربوط به عرب هاست، هیچ ارتباطی با ایران آریایی نداره. عرض به خدمتون، من از شما بی نهایت سپاسگزارم که مطلبی رو که من میخواستم مطرح بکنم و بگم شما حق مطلب رو خیلی بهتر از من به جا آوردید. ببینید، تمام خشم و گرفتاری درون و بیرون از اون مراسم همه از اون سخنرانی شیخ اسد آل عمران بود که شما پخش کردید. بله. چرا؟ حالا دلیلش هم خدمتتون عرض میکنم و میگم چرا میگم اونها تحریف میکنم. ببینید، این شعارها همونطور که شما الان به درستی اشاره کردید نسبت به حکومتی داده شد که 38 سال ایرانیت اون انسانها و کسانی رو که در پاسارگاد بودن و بسیاری که نبودن، دیگرانی که نبودن رو، ایرانیت اونها رو هدف فدای اهداف ایدئولوژیک خودش کرد و تقویم ایران رو مملو از مراسم و
مناسبت هایی کرده که همه از فرهنگ بیگانه و از تقویم بیگانه گرفته شده. یعنی شما نگاه بکنید هم مراسم سالیانه ای که هست، مناسبت ها، تقویم رو ورق بزنید، همش مراسم قمری هست که در سال شمسی و در تقویم ایرانی موجوده. و شما به درستی گفتید که اون شعاری که انتخاب شده بود که پیامی رو به حاکمیت برسونه و حاکمیت به نظر من این پیغام رو گرفت، ولی در بیرون برای سوء استفاده های شخصی و به خاطر اینکه اون حرکتی که شیخ اسد آل عمران انجام داد، سلاح رو از دست اینها گرفت و سالها زحمت اینها رو به سلاح به باد داد، اینها اون رو هدف قرار گرفتن و شعارها رو وارونه کردن. ببینید خیلی ساده بیام اینجوری حساب بکنیم، عکس این شعار این خواهد بود که عرب را میپرستیم. اگر این شعار رو میدادن، خب شما به این شعار دهندگان به غیر از ابله چه میگفتید؟ پرستش مربوط به ذات خداونده، اونی که بهش اعتقاد داره، و برای پرستش خداوند به کار میره کلمه پرستیدن. اینا این کلمه رو به اصطلاح رها کردن که لب پیام رو میرسوند، کلمه عرب رو انتخاب کردن که بتونن این کارت رو بازی بکنن و به اون مراسم و به اون شعار لباس به اصطلاح نجات پرستی بپوشونن. من اینه که ایران، ببینید این پیغامی که اونجا اینا سالهاست دارن تلاش میکنن که نشون بدن به دنیا و به اربابای خودشون، به گلوبالیستا، که ایران یک کشور چند ملیتی است، خود اون چیزی که اونها میگن، با گسلهای اجتماعی خیلی عمیق، و همین دلیل هم باید به صورت فدرال اداره بشه و پروژه فدرالیسم رو که زیربنای تجزیه ایرانه دارن با همین بهانه دنبال میکردن. ولی وقتی همه اینها کنار هم گرد آمدند و اون شعار رو و اون پیغام رو به بیرون فرستادن، این براشفتگی رو باید در اینها میدیدیم. ببینید این گروه ها اکثرا یا به طور اعم کاملا خودشون رو ضد امپریالیست و ضد صهیونیست میدونن، ولی دانسته یا ندانسته دارن در جهت اهداف و منافع همون امپریالیست ها و همون صهیونیست ها دارن گام برمیدارن، چون اونها هم که دارن پول به اصطلاح بودجه های عیش و نوش اینها رو تامین میکنن در اونجا. بله، من از شما بسیار متشکرم. باز هم فرصتی پیدا بشه با شما گپ و گفتی در زمینه این گونه مسائل داشته باشیم، به ویژه در حال مبارزاتی که با صدور یک بیانیه دیگه قرار شکل بگیره، پایه‌هاش ریخته بشه و ما دارای شرایطی باشیم که بتونیم بعد از اینکه یک چنین مراسمی در تخت جمشید برگزار شد، در سایر شهرهای دنیا هم نظیر اینجور مراسم رو برپا کنیم و از اونها حمایت کنیم که بدونن که همه مردم ایران با هم پیوند دارن و هر جایی هر سخنی هست از آن همه ایرانی هست. از شما بسیار سپاسگزارم، شب خوشی رو در هلند داشته باشی. من هم بی‌نهایت از شما سپاسگزارم، منم برای شما بهترین ساعت‌ها رو آرزو میکنم. خیلی ممنون.